ایهام و ایهام تناسب رو با هم مرور میکنیم. ایهام در لغت به معنی به گمان افکندن است و در آرایه های ادبی زمانی مطرح میگردد که گوینده لغتی را در کلام ذکر نماید و شنونده بتواند از آن لغت دو معنی برداشت کند. دو معنی رو در نظر داشته باش و ذهن او در پی به شک افتادن لذت ادبی ببرد. این تعریف ایهام. ایهام بر زیبایی و تأثیر کلام می افزاید. نکته مهمی که در مورد ایهام باید بدونیم اینه که باید حتما هر دو معنی لغت قابل استنباط باشد تا ایهام ایجاد گردد. مثلا واژه شیر دارای سه معنی است، ولی در مصرع به جز بازوی دین و شیر خدا میدونید که فقط یه معنی از اون قابل استنباط و درکه و اون چیزی نیست جز استعاره در مقام حضرت علی علیه السلام. بنابراین باید به نکات دیگری راجع به ایهام وقوف پیدا بکنیم. دقت کنید. به مثال دیمی شد و گفتم سنما عهد به جایار، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. دقت کنید، واژه عهد در مصرع اول فقط یه معنی رو به ما القا میکنه و اون واژه معنی پیمان رو میرسونه، در حالی که ما میدونیم که ایهام حتما باید از اون واژه دو معنا رو به ما برسونه. در غیر این صورت ایهام محسوب نمیشه. ولی عهد در مصرع دوم در دو معنای پیمان و روزگار وارد میشه در ساختار جمله. ببینید، ما در اینجا عهد رو در معنای پیمان که با این معنا یکسانی داره داریم، ولی یه معنای دومی تحت عنوان روزگار رو هم به خودش میگیره. اگر ما بخوایم ایهام رو تشخیص بدیم روی مصرع اول، نمیتونیم عهد رو در معنای روزگار معنی کنیم. روزگار میگذشت گفتم ای زیبا رو، به پیمانی که بستی وفا کن. کاملا معنی درست و دوباره تکرار میکنم با معنای روزگار. روزگار میگذشت گفتم ای زیبا رو، روزگار به جای بیار. این معنا رو نمیپذیره، در حالی که در مصرع دوم گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. عهد در معنای پیمان، گفت در اشتباهی ای آقا، برای اینکه در این پیمان وفایی نیست، برای اینکه در این روزگار وفایی نیست. میبینید که عهد دوم هم معنای پیمان رو پذیرفت هم معنای روزگار رو، در حالی که در عهد اول فقط یه معنا رو به ما القا کرد و اون هم معنای پیمانه. پس یه بار دیگه تاکید میکنم نکاتی که در مورد ایهام خیلی ضروریه بدونید اینه که ایهام یک، حتما باید در جمله بیاد. شما یک واژه را به تنهایی نمیتونید بر ایهام بودن یا نبودنش به جای ره پیدا کنید. ببینید، به عنوان مثال در همین مثالی که در اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم، به جز بازوی دین و شیر خدا، ما بر اساس قرائنی که در ساختار این مصرع هست متوجه میشیم که شیر اینجا معنای استعاره از حضرت علی و معنای دومی رو دیگه به خودش نمیگیره، هر چند که این واژه در فرهنگ لغت شاید سه تا معنا براش هست. دقت داشته باشید، واژگان به تنهایی در فرهنگ لغت بیش از یک معنی عموما دارن، لذا با توجه به اینکه یک واژه بیش از یک معنا داره، نمیشه واقف به این شد که این واژه ایهام داره، چون اگه این گونه باشه همه واژه‌های دارای ایهام هستن. در حالی که نکته دوم ما رو میرسونه به این مطلب که اولا باید واژه‌ای که دو معنا ازش استنباط میشه در جمله حتما باشه، و دوم اینکه حتما باید ازش دو معنا رو دریافت کنیم، یعنی بتونیم مصرع رو با دوتا معنی معنا براش بیاریم. مثال دیگه ای رو ببینیم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، به خواب عافیت آنگه به بوی موی تو باشم. واژه بو میدونید که دارای ایهامه، یه معناش بوی خوش و یه معنای امید و آرزو رو القا میکنه. ببینید، من الان این مصرع رو با هر دوتا معنا میتونم معنی کنم. به خواب عافیت آنگه به بوی خوش موی تو باشم، یعنی در انتظار بوی خوش از موهای تو هستم، و به خواب عافیت آنگه به امید و آرزوی تو خواهم بود. میبینی که با هر دوتا معنی میتونیم جمله رو معنی کنیم، پس به ایهام بودنش خواهیم رسید. مثال دیگه ای رو ببینیم.
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش. در مصرع اول واژه رود رو داریم. رود همونطوری که میدونید نام یکی از سازهای باستانی هستش و یه معنای دیگه که معنای ظاهریشه و ما از اون معنای ظاهری پی به معنای دورترش میبریم، معنای همون واژه رودخانه است. پس رود رو چون ازش دو معنا دریافت میکنیم، میتونیم به ایهام بودنش واقف بشیم. مثال دیگه رو میبینیم. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. اولا میدونید که واژه عیوق نماد دوری، روشنایی و بلندی، ستاره سرخ رنگ که پس از ثریا طلوع میکند و قبل از آن غروب میکند. این معنای واژه عیوق بود. اما در این بیت واژه افتاده دارای دو معناست. یه معنا ضعیف و ناتوان، معنای دیگرش زمین خورده. مثل شبنمی که افتاده روی زمین در برابر آفتاب و دیگر مثل شبنمی ضعیف و ناتوان در برابر قدرت نور و حرارت خورشید. میبینی که دو معنا رو میشه براش اوورد و ازش دریافت کرد، لذا آرای ایهام داره. یه مثال دیگه ای رو میبینی. خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانیش نیست. در این بیت واژه گلستان در واقع ایهامه. یه معناش گلستانه، باغ و گلستانه که معنای ظاهری که ازش دریافت میشه و دیگر به واسطه قرینه واژه سعدی متوجه میشیم که کتاب گلستان سعدی رو هم میشه ازش دریافت کرد که ایهام محسوب میشه. اما آرایه بعدی ما آرایه ایهام تناسبه. خواهش من اینه که چون معمولا بچه ها در بحث ایهام و ایهام تناسب دچار اشکال میشن به خاطر اینکه تشخیصش رو یه مقدار خیلی زیادی به هم وابسته و نزدیکه، شما زمانی میتونید ایهام تناسب رو تشخیص بدید که قبلش ایهام رو حتما متوجه شده باشید. چون پیوسته هم هستن، لذا باید به نکات ریزی که بین اینها حاکم هست دقت زیادی بکنید. هرگاه واژه‌ای دارای دو معنی باشد که میشد تا اینجا تعریف ایهام، که معنی اول آن اصل سخن باشد ولی منظور گوینده در معنی دوم آمده باشد، که معنی دوم آن با کلمه‌ای در بیت تناسب داشته باشد، ایهام تناسب گویند. خب تعریف یه مقداری برای ما پیچیده است، درکش سخته، با مثال راحت تر متوجه میشید. به این مثال دقت کنید. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. واژه دارا دارای دو معناست. یه معنا ثروتمند، معنای دیگرش داریوش کبیر. داریوش که پادشاه سلسله هخامنشیان هست رو با اسکندر که پادشاه رومی هست در این بیت میدونید که معنای دوم این واژه ایهامدار با اسکندر چه تناسب داره، چون هر دو پادشاه هستن. به همین دلیل به این میگن ایهام تناسب. نکته رو خدمت شما دوست عزیزم عرض بکنم و اون این که هر زمانی که راجع به ایهام مطلبی رو میخوای بدونی، قبلش این پیشفرض ذهنی رو برای خودت ایجاد کن که ایهام کل ادبیات رو در بر میگیره. ایهام یعنی درک سریع از یک اتفاقی که در ظاهر هست و همه اونو میبینن ولی دورترش شما میتونید به سرعت دریافت بکنید. اون منظور گویندهی که در واقع دورتر نشسته، با اومدن این قرینه نزدیک شما رو به ایهام میرسونه. در مورد ایهام باید خدمت درز بکنم که ایهام دشواریش به این دلیله که یعنی کل علوم عقلی و نقلی که در تمام بحثا که در تمام جامعه رواج داره ایهام رو در بر میگیره. ببینید شما اگر از پزشکی اطلاعات اندکی نداشته باشید، برخی از شعرهای ابن سینا رو نمیتونی معنیشو دریابی. اگر شیمی چیزی ندونی، برخی از ابیات در واقع فارابی رو نمیتونی معنیشو درک بکنی. از فلسفه و حکمت چیزی ندونی، بسیاری از اشعار ناصر خسرو برات معناشون پیچیده و غامض هست.
اما اون چیزی که مهمه اینه که اینا همشون برمیگرده به داستان ایهام. برای ایهام شما در همین مثالی که من خدمت شما عرض کردم باید این نکته رو بدونی که اگر اطلاعات تاریخی نداشته باشی، ندونی که دارا نام دیگر داریوش بوده، شاید نتونی به ایهام و ایهام تناسب این بیت پی ببری. به همین دلیل شاید این سوال برات ایجاد بشه که خب من همه اطلاعات جامع رو که ندارم، پس باید قید ایهام و ایهام تناسب بزنم؟ خیر، من خدمت شما دوست عزیزم عرض میکنم که در پایان بخش آرایه ها من یه جدولی رو خدمت شما ارائه خواهم کرد که در این جدول واژه هایی که عمومیت دارن و در کنکورهای گذشته ایهام اونها بهشون استناد شده، اینها رو با معنا در اختیارتون قرار میدم، در قالب جزوه البته، که شما اون جدول رو حتما مطالعه بفرمایید و از کنار این مطالعه‌ای که میکنید تقریبا میتونم بهتون بگم 70-80% واژه‌هایی که دارای ایهام هستن رو میتونید بهش تسلط پیدا کنید. البته اون واژه‌ها رو در تست‌هایی که منابع تستی که در اختیار دارید وقتی میزنید عیناً اونها رو میبینید و به راحتی میتونید بهش پی ببرید. همونطوری که در مثال قبلی دو تا اسلاید قبل من خدمتتون در مورد ایهام اون واژه بو رو به شما گفتم که ایهام داره، من فکر میکنم عموم داوطلبان ما دیگه بو ایهامش رو به امید آرزو و رایحه خوش این رو میدونن. این برای شما وقتی جا بیفته، تعداد زیادی هم نیستن واژه هایی که دارای بار ایهام در تست های گذشته کنکورهای سراسری و آزاد بودن. خب یه مثال دیگه ای رو با هم میبینیم. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. دقت کنید در این بیت که عرض شد واژه مهر با دو معنی اومده. ما این بیت رو در بحث ایهام داشتیم، اگه خاطرتون باشه افتاده رو به عنوان ایهام گرفتیم که فقط دو تا معنا به ما میرسون، یه معنای ضعیف و ناتوان و یه معنای به معنای زمین خورده، افتاده بر زمین. اما واژه مهر در همین بیت دارای دو معناست. معنای اولش محبت و عشق، معنای دومش خورشیده که به دلیل تناسب خورشید با واژه‌های عیوق و آفتاب، با عیوق و آفتاب ایهام تناسب رو پدیدار میکنه. پس این بیت یک بار هم در سال 90 سال کنکور سراسری بوده و در واقع همین بیت رو داده و 4 تا واژه از همین بیت گرفته: افتاده، آفتاب، مهر و عیوق. گفته کدام گزینه ایهامه. اگر شما فقط به یکی از این دو مورد واقف باشید و ندونید که بین ایهام و ایهام تناسب تفاوت هست، یقینا جواب درستی نخواهید داد. افتاده ایهام محسوب میشه نه ایهام تناسب، ولی مه چون معنای دومش که خورشیده با واژه‌های آفتاب و عیوق تناسب داره، ایهام تناسب به شمار میاد. مثال دیگه ای رو میبینیم. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کینجا همیشه باد به دست است دام را. دقت کنید، عنقا میدونید که سیمرغ پرنده افسانه‌ای هستش. واژه بازچین در دو معنا به کار میره. یه معنا بخشی از مصدر بازچیدن، جمع کردن، معنای دیگرش باز پرنده شکاری که تقریبا به عقاب هم در واقع گفته میشه. حالا در این مثال باز در معنای دوم که پرنده شکاری هستش، با عنقا که پرنده است، پرنده افسانه‌ای هست و میدونید که در قله قاف سکونت داره، کوه افسانه‌ای که باز هم وجود و ماهیت خارجی نداره، این دو و عقاب هم که در اوج آسمان ها همیشه پرواز میکنه با هم تناسب گرفته شده و ایهام ما ایهام تناسب هستش. یه مثال دیگه ای رو با هم میبینیم. ز شور عشق دل خیش چون سبک سازیم، نمک جدا به چه تدبیر از این کباب کنیم. دقت کنید، واژه شور یه معناش قوغا و هیجانه، یعنی از هیجان این عشق، یکی از شوری این عشق دل خود چگونه سبک سازیم، که میدونید که ما طعم شوری رو نمیتونیم معنی کنیم، ولی به واسطه اینکه واژه نمک رو اینجا داریم، این به واسطه این تناسب گرفته میشه و به این ایهام میگن ایهام تناسب. مثال دیگه ای رو میبینیم. عیب نتوان کرد اگر آهو به صحرا رو نهد، زانچه از روز ازل زان چشم آهو دیده است. واژه آهو در مصرع دوم،
واژه آهو یه واژه ایهامداری هستش. یه معناش به معنای نام حیوانی هستش که معرف حضورتونه، معنای دیگرش هم به معنای عیب اومده. اما اینجا جالبه که بدونید این واژه در معنای نام حیوانش با آهو چه تناسبی داره؟ خب کاملا وارزه دیگه، نام حیوانه و این هم آهو هستش. مطلبی که هست اینه که ما در ایهام تناسب همیشه یکی از معانیمون با کلمه دیگری تناسب پیدا میکنه. شاید لزوما نتونیم در بیت معنی بکنیم، معنی دوم رو به کار ببریم، اما اون چی که مهمه اینه که معنی دوم یا یکی از معانیش میتونه با کلمه در بیت تناسب داشته باشه. قاعدتا به این آرایه ایهام تناسب گفته میشه. مثال دیگه ای رو با هم بررسی میکنیم. زبس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. واژه به در یه معنای بیرون میرسونه به ما و یه معنای در خانه. اینجا اگر دقت کنید واژه حلقه رو میتونید با در خانه، در خانه، چون میدونید در خونه حلقه ای داره که کوبه است و میکوبن باهاش، با این تناسب پیدا میکنه، لذا به این ایهام تناسب میگن. دوست خوبم، آرایه ایهام و ایهام تناسب بود که خدمتت گفتم. دعوتت میکنم به دیدن آرایه های بعدی.